درود بر شما محمد شفی هستم از مجموعه پی ال سی وان در خدمت شما هستیم با ادامه آموزش پی ال سی دلتا در نرم افزار دبلیو پی ال سافت خب در اینجا میخوایم در مورد آر تی سی صحبت بکنیم یا ساعت داخلی پی ال سی خب اولین نکته ای که با در نظر داشته باشین این که همه سی پی های دلتا دارای آر تی سی نیستن مثلا اس اس یا همون 14SS2 RTC نداره مثلا مدل SA داره SX داره مثل 10SX و مثلا EH داره, EH2 داره SV2 داره و یکی دو مدل دیگه خوب اگر از این مدل CPU استفاده میکنین شما میتونید از این RTC استفاده کنید RTC میشه ساعت داخلی برای اون مدل هایی که ندارن هم به حال راه حل وجود داره مثلا اگر شما توی سیستمتون اچ دارین یک ماکروی میتونید بنویسین و ساعت داخلی اچ رو منتقل بکنید به پی و در پی ازش استفاده کنید حالا برای مواردی که به اصطلاح ساعت داخلی داره از دی سیزده 13, 13 تا دی 13 19 به عنوان المان های مختلف توی ساعت داخلی شما میتونید استفاده کنید برای مثال خود دی 13 13 ثانیه هستش که به شما اینو میده و شما میتونید به عنوان شما دی 13 13 رو بخونید ثانیه رو انگار خوندین ثانیه در واقع ساعت رو یا مثلا دی 13 14 رو که شما به اگر بخونین به شما دقیقه رو میاد میده و میتونید ازش استفاده کنید مثلا روی یک ثانیه خاص روی یک دقیقه خاص از مثلا تا پنجانو یک کاری میخواد انجام بشه شما میتونید از این مینیت یا دقیقه میتونید استفاده کنید یا مثلا دیه سیزده پونزه رو اگر استفاده بکنید میشه ساعت خب من اینجا بنویسم ساعت یا دیه مثلا سیزده شونزه رو استفاده بکنید میشه روز دیه سیزده هیفته رو استفاده بکنید میشه ماه دیه سیزده هیجده رو استفاده بکنید میشه ویک هفته یا روز در هفته خب مثلا دوشنبه به شما میده یک یعنی این یک تا هفت تغییر میکنه خب مثلا ماه یک تا دوازده روز مثلا یک تا سی و یکه ساعت صفر تا بیست و سه دیگه بیست و چهار ما نداریم دیگه به مزی که بیست و چهار میشه میشه صفر این هم صفر تا پنج و نو ثانیه هم صفر تا پنج و نو روز در هفته میشه یک تا هفت مثلا دوشنبه میشه یک میشه اولین روز هفته آخری هم دی سیزده نوزده هستش که سال رو به شما میده پس شما مثلا میخواین یک روز در هفته خاص مثلا میخواد یک کاری انجام بده کافی دی سیزده 16 رو مثلا بخونید یا مثلا یک ماه از سال میخواد یه اتفاق بیفته یا مثلا شما میخواین این سال در واقع سفت تا 99 ه خب یعنی دو رقم سمت راست رو شما براش میتونید در نظر بگیرید یعنی مثلا الان 2020 مثلا اگر باشه به شما 20 میده یا 2019 2019 دیه 13 19 میشه چند؟ میشه 19 خب این دو رقم سمت راست رو کار داریم ما و چیز دیگه ای که هستش حالا شما میتونید توی برنامه بیاین این دیها ها رو که دی های سیستمی هستن یا حافظه های سیستمی هستن و توی مدل هایی که RTC دارن و پشتیبانی میکنن میتونید در برنامه خودتون استفاده بکنید روی یک ثانیه خاص دقیقه ساعت روز ماه سال و روز در هفته خاص میتونید از دستورات مقایسه مثلا مثل LD LD مساوی LD کوچکتر LD بزرگتر LD کوچکتر مساوی LD بزرگتر مساوی و LD نامساوی میتونید استفاده بکنید و یک کار خاصی رو بیاین انجام بدین اینم از RTC که خدمتون توضیح داده شده بعد دقت داشته باشین که همه PLC ها قابلیت ارتی رو همه پی های دلتا مثل 14 اس اس تو قابلیت ارتی رو ندارن ولی مثلا اس ایکس داره اس ای داره اس 2 داره اونایی که داره رو دقت بکنید اگر یه پروژه ای می میخواین شما انجام بدین که حتما باید ارتی رو پشتیبانی بکنه حتما به مدل سی پی که میخوایم بخریم و انتخاب بکنید دقت بکنید یا اگر سی پی تون حداقل سی نداره سیستمتون مثلا توی سیستم اوتوماسیونتون HMI داشته باشین چون HMI ها همه به ساعت داخلی دارن و از اون HMI میتونین ساعت داخلی رو بگیرین اگر یک پروژه قرار انجام بدین که HMI توش وجود نداره و حتما نیاز به سی دارین پس باید CPU انتخاب بکنید که سی رو پشتیبانی بکنه که توی پیاده سازی برنامه و ساعت داخلی به مشکل نخورید تا آموزش بعدی شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. پیروز باشید